یک ساختمان مسکونی هستش، 4 طبقه هست، این واحد 8ش هست. خانومی که متاسفانه عضو سازمان نظام پزشکی ما هستش و کارشناس مامایی هستش، اینجا اقدام به سقط جنین و ترمیم کرده. در گرافگیری که اتفاق افتاد، نهایتاً منتج به این شد که تمام صفحاتی که در این حوزه در سطح استان دارن فعالیت رو انجام میدن، توسط 1 یا 2 نفره که داره این فعالیت اتفاق میفته، برنامه ریزی شد، هماهنگی با مقام محترم قضایی انجام شد. این همکار ما میخواسته رأی سساله رو یک شبه بره، ایشون اومده در اینجا یک فضایی رو راه اندازی کرده بدون اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه، یعنی نه اعلام افتتاح کرده به ما، نه در واقع برای اینجا پروانه و مجوز کاری از دانشگاه گرفته. مستنداتی که حالا در این حوزه در بحث سقط جنین بود جمع آوری شد و نهایتاً عملیاتی برنامه ریزی شد و در یک عملیات مهندسی شده منتج به شناسایی و دستگیری 3 نفر شد که در مجموع 2 نفر خانم و 1 نفر آقا بودند، که حالا 2 نفر خانم در حوزه مامایی دانش تجربی رو داشتن و آقا هم که بحث بیهوشی رو دنبال میکرد و متخصص بیهوشی بود. همونطور که همکاراتون بگیرن تصاویر رو، در اینجا داروهای متعدد از قبیل داروهای حالا سخت هستش، داروهای برای انجام بیهوشی و بیهسی موضعی در محل موجود هستش، تخت ژینکولوژی هستش، کپسول اکسیژن، دستگاه ساکشن، دستگاه کوتر، لیدوکاین، اون اتاق دیگه هم که تخت جراحی کلن دارن. نوع انتقال اینها حالا چه در قالب تبانی که اتفاق افتاده یا از منابع غیر قانونی که تهیه شده و در اونجا استفاده می شد، اقلام قابل ملاحظه‌ای بود که حالا تجهیزات فنی و هوشمندشون به آزمایشگاه فنی و عدلی دیجیتال پلیس فتوی مرکز استان انتقال پیدا کرد. بله طبقه 4 تشریف بیاریم. برای چی اومدی؟ ظاهرا مشتری باشه، حالا سارای خانم گرفتن. اینها انواع متعدد لیدوکاین هست که آقای دکتر خیلی راحت تر میتونن برای تو دیدن برای بیهسی. دکتر لیدوکاین به چه کاری میاد؟ اینا برای بیهسی استفاده میکنن، یا در کنار تزریق به همراه با دارایی دیگه که بخوان تزریق کنن گاهی استفاده میکنن، برای بیهسی های نخایی اینا ممکن استفاده بشه. بیهسی نخایی میفرمایید؟ یعنی مثلا برای جراحی به کار میاد دیگه قاعدتا، اگه بیهسی نخایی بشه. بیهسی نخایی رو تا اونجایی که شنیدیم برای مثلا زایمان و جراحی و اینجور چیزا انجام میدن. خان زایمان مثلا درد ناحیه پایینی کمر مثلا کمتر بشه و اینها. دندان پزشکی تا حالا کسی بیهسی نخایی قاعدتا نکردن دیگه. که نخایی کن چند بار دندونونی کشتن با اون کاری نداشتن. حالا نه دیگه نخایی کار نمی کنه. کار داشتین اینجا؟ موضوع کارتون چیه؟ مراجعتون چیه؟ مراجعه؟ منم برای قرص. قرص چی؟ سایتوتک همین چیزایی. ستای متعدد جراحی هستش، والو جراحی هستش، هیسترومتر هستش که حالا برای آیدی گذاری و حتی مصارف سقط‌های عفونی و جنایی هم در واقع استفاده میشه و اینها متاسفانه با یک شرایط خیلی غیر بهداشتی در اینجا الان شما میتونید فضای داخل رو بگیرین. تو این فضا نگهداری میشده و ببینید الان داخل فضا رو بله مثل کولر اینجاست. کولر هم اتفاقا نشتی داره، الان همکارمون بعدا نشون میدن. یه انباری مانند فکر میکنم اینجایی که ستهای جراحی که سرکار خانم میفرمن اینجا نگهداری میشده. خانم من خونریزی دارن، چیزی مونده بچه ما افتاده بود. مالیم اینجا خدمات از اینجا گرفتین، سقط جنین اینجا داشتین؟ یعنی نه خانم، من باشم افتاده بود، قرص میخواستم، گفتم بیا اینجا تریا. کی گفت اینجا داره؟ از قبل پیج اینستای بود داشتم. تو پیج اینستای بود گفتن که اینجا باشون ارتباط گرفتین، بعد آدرس اینجا دادن که بیاین اینجا قرص تهیه کنه، درسته؟ قرصی بود که گفتن یک دونه کافی بخورین، چون ما بچه افتاده بود، گفتن که بریم اون کارو بیام قرص بگیر. فرم تعهدنامه پزشکی، نام و نام، نحوه آشنایی با مرکز، اینستاگرام، تلگرام، سایت، سایر تبلیغات اینترنتی و غیره. عرض شود که آیا در 2 سال اخیر از داروهای زیر استفاده کردید؟ سابقه هر نوع بیماری خاص، سابقه کیست تخمدان یا اختلالات هورمونی، سابقه بیماری قلبی؟ چند وقت خانم اینجا این کار انجام میدین سخت جنین رو؟ ما نشده، من اصلا کار انجام ندادم که الان منو بازجویی میکنم. جایی که اومده برای مشاوره اومده، برای کسی ما کار انجام شما منو در حال انجام کار گرفتین که الان منو متهم میکنه. نکنین پنجشنبه کاش نذارین تعیین جنسیت.
اینجا خط من نیست. تو مجموعه شما نیست الان اینجا؟ هست ولی من اصلا اینجا خود اینجا که شما این قاعدتا خط من نیست عزیز دلم. اصلا خط من نیست. من اثبات کنی که اونا شما می‌خوایم شما یک انشاء بگی من بنویسم. الان چیزام هست. فدات شم دورت بگردم. کجای نوش این دفتر منه؟ این دفتر من نیست. اقلام داروی قابل ملاحظه‌ای که بعضن هم داروهای نادر بودن، چه از نخ عمل جراحی و چه داروهای مورد نیاز برای بیهوشی که اونجا کشف شد، خب بنا به گفته عزیزان ما در دانشگاه علوم پزشکی اینها بعضن استفادهش صرفاً بیمارستانی است. ببین این دارو بیمارستانی است. روش قید شده دقیقاً قرمز هم نوشته. یخچال باشه بیمارستانی است. دارو پرخطر هستش و این دارو اکسیتوسین هستش. اکسیتوسین همون هورمون فشار ولی بله. خانم هایی که میخوان مثلا زایمان انجام بدن و بحثای این چنینی دوران دبیرستان خوندی بله و غیر از اون که برای افرادی که سخت میکنن برای خون جلوی خونریزی گرفته بشه. این تجهیزات و تخت و داروهای مختص که برای نظر خانم دکتر اینجا برای سخت جنین استفاده میشه چه توضیح داریم برای اینا؟ جانم اطلاع ندارم. رفتم یه جا لیزر یه دونه از این برگاه من دادن. الان حداقل ببینید چند هزار تا اینجا هست. بله همه اینا از همون برگاه هست که خانم فرمی فرماید. نگاه کنید تو این فضا ایشون یک همکار پزشک دیگه ایرم به کار میگرفتن که ما تو کیف ایشون یه سری اقلام دارویی رو پیدا کردیم که مثل پروپوفول اینها که برای بیهوشی های عمومی استفاده میشه و این آقای دکتر اظهار میکنه که من برای عمل اومدم امروز ولی این خانم میگه نه ایشون فقط میخواسته واسه من سرم بیاره. خود آقای تو گفتن که من برای عمل اومدم. آمپول اکسیتوسین رو اینجا واسه چی داری؟ داروی بیمارستانی اینجا چی کار میکنه؟ خبر ندارم از این دارو. این قاعدتاً اون دارو برای مشاوره که به کار نمیاد دیگه. نه اون دارو اصلا کلن در زایشگاه استفاده میشه بعد یه فازی که قرار میگه تحت نظر همکار متخصص زنان همکارای مامای ما میتونن استفاده کنن برای الغای زایمان و ایشون یه کارتون داخل یخچالش داره. بله یه کارتون هست داخل یخچالتون. حضور شما در این مکان برای چه موضوعی بوده؟ برای من گفتن که فقط یک مریض هستش که برای کلپرافی خلفی یعنی افتادگی خلفی رحم که حالت فتق ایجاد میکنه اون رو میخوان درست بکنن که جلوگیری از بی اختیاری مدفوع میکنه. شهروندان دقت نظر داشته باشن برای هر بیماری باید به جای متخصص جایی که پروانه کسب داشته باشه و با معتبر باشه مراجعه داشته باشن. اما پایین تابلو نداشتن خانم سرکار خانم؟ متاسفانه تابلو ندارن پروانه ندارن. ایشون اصلا به دانشگاه اعلام نکرده که اینجا میخواد دفتر کار بزنه. ببینه شما تعداد لیدوکاین ها ببینه این همه زیاده خاطر این هستش که در واقع ایشون فکر کنم مراجعه کنندش دیگه خیلی زیاد بوده. این قرصی که شما از اینجا میگیرید از کجا مطمئنید واقعا قرص اصیل و درست و تاریخ داری باشه؟ چون ببینید الان بحثی که هست اینجا یه مؤسسه‌ای نیست که تابلو داشته باشه دیگه. من خواهش میکنم همکارم نشون بدن این درم میبندیم الان ببینیم شما از بیرون که تشریف میارید با یه منزل مسکونی قاعدتا با منزل مسکونی روبروش چقدر به نظر شما فرق میکنه؟ هیچ فرقی. فکر نمیکنید که مشکوک آدم بیاد در یه منزل مسکونی بخواد مثلا قرص بگیره؟ دیگه قطعا ما میدونیم قرص آزاد نیست مجبوریم بیایم از اینجا جاها تهیه کنیم دیگه. اینا داروهای متعددی هستش که از کیف آقای دکتر متخصص بیهوشی در اومده. بله آمپول پروپوفول هستش به تایید. آمپول چی فرمودین نشون میدین لطفا؟ بله آمپول پروپوفول هستش که برای بیهوشی استفاده میشه. چی این آمپول؟ آمپول بیهوشی دیگه در بیهوشی به اصطلاح کامل استفاده میشه. مطب و اینها کاربرد نداره قاعدتا بیمارستانیه. فقط در بیمارستان خارج شده. از بیمارستان خارج شده به صورت غیر مجاز هم خارج شده. نباید اصلا اینجا می بود. همه قرص های این چنینی تو داروخانه های معتبر به نظر میرسه هست. با نسخه پزشک معتبر هم این موارد رو در اختیار قرار میدن. اما موارد مربوط به سخت جنین حتما یه اتفاقی افتاده که توی خونه این مدلی در و بستن دارن کار میکنن دیگه. حالا اگر مجوز داشت قشنگ تابلو میزد مطب بود شماره نظام پزشکی بود همه آنچه که شما نیاز داشتین بود. نیازی هم به اینستاگرام نبود. شما تا حالا دیدیم مثلا تو اینستاگرام داروخانه ها تبلیغ کنن برای یه قرص؟ خواهش من اینه که واقعا به این نوع پیام ها و این نوع به قول معروف فعالیت ها عزیزان کاربران توجهی نداشته باشن. قاعدتا در ادامه فرایند که بررسی میشه انگیزه های مادی و مالی نهفته است و نهایتا اگر اتفاق پزشکی هم رقم بخوره شاید اون خسارت های جانی و یا جسمی و روحی که برای عزیزان ایجاد خواهد کرد سالهای سال به قول معروف هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ خانوادگی دچار چالش ها و تنش هایی رو بشن. یه انباری رو دادسرای انقلاب به ما گفتن ما خدا شده همین الان رابرا داریم از اون انبار میاییم. آی دکتر اونجا بودن اصلا به قدری ماهرانه لیبل قرصا رو عوض کرده بودن
و اتفاقات بد نیستش متاسفانه. ببین مثلا ویتامین دی اطفال، ویتامین دی که شما به بچه میدین دیگه، یعنی اینقدر بیمرام اون آدمی که این کارو کرده و توی همچین جاهای متاسفانه به فروش میره. آدم از کجا بدونه؟ میگیره میبره مشکلی رو، دردی رو دوا کنه، درده میشه دوچندان. درست فهم. من از شهروندان محترم عاجزانه تقاضا دارم که اولا اصلا به دنبال این پیجای اینستاگرامی که دارین اعمال خلاف شرع و خلاف عرف رو تبلیغ میکنه نرید. بعدش هم در بعد بعدی قضیه الان ما با بحران کرونا روبرو هستیم، عنایت بفرمایید واقعا به مکانهای شلوغ و مکانهایی که فاقد استانداردهای بهداشتی هستن اصلا مراجعه نکنین، چون دچار عوارض جبران ناپذیری میشین که با پر بودن تختهای بیمارستانی ما دیگه نمیشه برای شما در واقع تمهیدی اندیشید. 1400 تا به امروز 248,220,000 تومان تراکنش داشته کنه. تومان 248 میلیون تومان تراکنش ایشون بوده. قاعدتا وقتی بررسی صورت میگیره ما میبینیم خیلی از اتفاقات قبلا افتاده و الان به قول معروف واقعا صرف دستگیری ایشون، افراد اگر مطالبه‌ای داشته باشن و یا شکایتی داشته باشن، این اقدامات قانونی از سمت مرجع محترم قضایی در حال پیگیری خواهد بود.